این دراهی دوست آمد سال بر ما نظر کن آرهیم زینگون راهی دوست آمد سال دستم بگیر و رهایم کن براهی دوست آمد سال یا لابه کن یا مدربه یا همراهی نگو سلام بگو درو نگو شعر بگو سرو نگو شب بگو سپاس ولی مقصد همه خداست. اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن ببین گربه منو به کجا کشونده میدن و حسین و علی شدن نماد ایثار عدل علی جدیه و سربریدن و چوبه دار ثواب یعنی مرد پرستی و ساختن امامزاده تکذیب و توهین به تاریخ 7000 ساله ما قادسیه دوم انقلاب 57 خمینی قتل عام مخالفین و خون برای نهضت حسینی دزدان ناموس شدن به حکم دین طلایه دار لعنت به دین رهبر و بنیان این استثمار می نویسم از غروبم از سقوط 7000 سال میشه شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم در خدمت آقای دکتر شاهین نژاد هستیم. همونطور که میبینید آقای دکتر شاهین نژاد به پاریس اومدن و ما از فرصت استفاده کردیم باهاشون به گفتگو نشستیم. آقای دکتر درود بر شما، حالتون چطوره؟ درود بر جناب دکتر اوستای بسیار ارجمند و درود بر همیهنان گرامی که شنونده یا بیننده برنامه هستند. بسیار خرسندم که این فرصت دست داد که بتونیم با شما به گفتگو بریشین و هرچند کوتاه. من با دکتر شاهین نژاد عرض می‌کنم که از هر دقیقه باید توی پاریس به عنوان توریست بهره ببرن، چون اگه سال هم بمونن نمیتونین همه جا رو برین ببینین. از اینکه این چند دقیقه رو به ما دادین من سپاسگزارم آقای دکتر. خیلی خواهش میکنم. ما هر دفعه گذرمون به پاریس افتاده به راستی جناب اوستا که خیلی مهربان بسیار مهمان نواز نازنین هستند واقعا در حق ما چیزی نبوده که کم گذاشته باشن و خیلی بیش از اندازه ما رو شرمنده کردن. برای همین برای همه فکر کنم هممیهنان اومدن به پاریس و دیدار با جناب اوستا خودش یک غنیمتی است که ما هم به هر حال ازش بهره مند شدیم. سپاسگزارم. آقای دکتر شاهین رو خیلی از دوستان میشناسن، دوستان فرهیخته و خردمندمون، چه در داخل ایران چه در خارج از کشور. فعالیت‌های شما به ویژه طرح این ایرانگرایی، ایران اهورایی، ایران پیش از اسلام، واژه‌های زیبایی که برای تشکیلاتتون و سازمانتون به کار بردید، رستاخیز و رنسانس، اینها همه زیباست. به ویژه که یارانی که با شما کار میکنن همه از فرهیختگان هستن. خب ما میتونیم بگیم که آقای دکتر شاهین نژاد پاسخور جنبش رنسانس و رستاخیز، این دو تا جنبش رو توضیح بدید برامون اگر پروانه بدید.
پیش از این که اینها رو توضیح بدین، چون من شما رو معرفی نکردم، من همواره بیمیون رو دارم که دوستانم معرفی کنم. دلم میخواد که شما خودتون معرفی بکنید آقای دکتر شاهین و بعد رستاخیز و رنسانس رو. تش حتما. من زاده سمنان هستم ولی با اصلیت مشهدی، از در مشهدم بزرگ شدم، پس از دیپلم رفتم دانشگاه صنعتی آریامهر، صنعتی شریف اسم پس از انقلابش، مهندسی خوندم و بعد رفتم دانشکده نفت در خوزستان، فوق لیسانس رو گرفتم. از یه خانواده هستم که مادر فرهنگی بوده، پدر نظامی بوده و چند سالی پس از خدمت نظام و کار در شرکت نفت به انگلستان رفتم. 8 سال در انگلستان بودم و بعد الان حدود 17 سالی که در امریکا هستم. تو کار تخصصی خودم مهندسی نفت مشغول بودم، یه دوره PhD داشتم که تاریخ ایران باستان بود که به کار روزانه من مربوط نمیشه ولی در عمل علاقه من و گرایش من و دامنه مطالعاتم بوده. و از حدود سال 2011-12 تا وسط های 13 فعالیت سیاسی داشتم. با اون تشکیل شورای ملی من به دفتر ویژه تو انتخابات در مجمع مثلا برگزیده شدم، دفتر سیاسی و با شاهزاده رضا پهلوی. بله، با ایشون کار میکردیم. پس از مدتی باورم رو به کار سیاسی صرف از دست دادم و به خدمت ایشون هم گفتم، به دوستان و هم اندیشان دیگه هم گفتم که ایران با یه جنبش فرهنگی نجات پیدا میکنه. صرف سیاست حرف است و حدیث. کشور ما نیاز داره که یک شخمزنی در زمینش انجام بشه و ما به جای اینکه، چون شعارهای این بود که ما باید کشور رو پس از مثلا 30 سال، اون موقع حالا 43 سال پس بگیریم، ولی شعار ما این بود که حتما، ولی مهمتر از اون باید ایران رو پس از 1400 سال پس گرفت و باید رفت به دنبال یک عنصری که از اسلامگرایی شیعه 12 امامی جمهوری اسلامی نیرومندتر باشه و در ایران ریشه دارتر باشه و پایگاهی داشته باشه که بشه با اون گفتمان اسلامگرایی جمهوری اسلامی رو پس زد. در غیر این صورت با شعارهای دموکراسی خواهی و حقوق بشری و اینا نمیشود انقدر مردم رو برانگیخت که به سراغ به اصطلاح اون سنت 1400 ساله اسلامی یا 500 ساله تشیع 12 امامی در ایران رفت. از این رو پس از جدایی از اون جریانات سیاسی با دوستان هماندیش جنبش رنسانس یا فارسیش نوزایی ایرانی رو راه انداختیم از اواخر 2013 و از اون موقع تا اکنون که حدود نزدیک 9 سالی داره میگذره کنفرانس ها برگزار کردیم، همایش های مختلف در جای مختلف جهان، انتشاراتی داشتیم، کلاس های آموزشی داشتیم، آموزگفتارهایی داشتیم و برنامه هایی هم به صورت جمعی برگزار کردیم که مردم رو هم بیاریم تو این فعالیت های رنسانس یا نوزایی ایرانی که بیشتر مسابقات شاهنامه بوده، کمپین درختکاری بوده. کوشیدیم که هر جایی مسلمان بودن رو با ایرانی بودن جایگزین کنیم، به جای سنت اسلامی فرهنگ ایرانی. وقتی میگیم فرهنگ ایران، طبیعتا منظور فرهنگ ایران پیش از اسلام، ایران کلاسیک، ایران شهر رو دوباره دریابیم و زندش کنیم. و بر این باور بودیم و هستیم که یک جنبش فرهنگی میوش میتونه نتایج سیاسی باشه. در حقیقت با این مجموعه هست که میشود نه تنها ایران رو پس از 1400 سال پس گرفت، بلکه این عقب ماندگی و این واپس رفتگی و ورشکستگی اقتصادی و اجتماعی و زوال فرهنگی رو بشود جبران کرد و کشور رو صنعتی کرد و مرفه کرد. و از آن روز تا اکنونی که خدمت شما هستم جناب دکتر، کوشش شما تو همین زمینه ها بوده. چندی پیش دوستان اومدن گفتن که هنگام این است که یک حزب ایرانگرا را بیفته. من گفتم خب حزب ایرانگرا بر پایه چی؟ گفتن بر پایه مکتب رنسانس ایرانی، چون رنسانس ایرانی یه جنبش فکری است، یه جنبش فرهنگی است. حالا اگه بخواد یه حزب سیاسی درست بشه بر پایه این چیکار باید کرد؟ من گفتم خب ما یه مکتبی داشتیم برای مکتب پانیرانیسم که آقای دکتر افشار اینو پیریخت،
محمود افشار، پدر ایرج افشار، و بعد بر اساس اون احزابی درست شد، مثل حزب پایونیست، مثل حزب ملت ایران، مثل جریان دیگه سومکا، مثل حزب میهن، که اینها اومدن بر پای پایونیست حزب سیاسی شکل دادن. گفتیم همین گونه میشود بر پایه جنبش رنسانس ایرانی حزب سیاسی هم شکل داد، که بعد رستاخیز ایرانگرایان شکل گرفت به عنوان حزب سیاسی که میوه ایست از این جنبش رنسانس ایرانی. منم در خدمت دوستان گفتم چون باید کارهای جنبشم انجام بشه، به عنوان کار اجرایی در حزب نخواهم بود، ولی به عنوان رایزن در خدمت دوستان هستیم و امیدواریم که اهدافی که اونجا داریم که در همون ارتباط با اهداف جنبش رنسانس ایرانی بتونه تو این نهضت بزرگی که ایرانیان در حال شکل دهیش هستن برای انداختن جمهوری اسلامی و برای وارد شدن به یک فضایی که همون نوزایش ایران، ایران کلاسیکه، بتونیم به اندازه خودمون نقش به درد بخوری رو ایفا کنیم. درود بر شما. درود بر شما. سپاسگزارم آقای دکتر. آقای دکتر، یک پرسشی که حتما تمام بینندگان ما مایل هستن این رو پاسخش از شما بشنوم این هست که هر کاری نیازمند یه بودجه است. بودجه شما چجوری تامین میشه؟ کی به شما پول میده؟ دقیقاً جناب دکتر، همچنان که گفتید کار بزرگ نیاز به بودجه داره. کار سیاسی که اصلا بدون بودجه عملی نیست، ولی کار فرهنگی به اندازه‌ای که آدم بودجه داشته باشه میتواند هم کار بکنه و هم محیط رو تحت تاثیر قرار بده. ما محلی که تا کنون تامین بودجه کردیم از مشارکت مالی هموندان بوده و دوستان هم‌اندیش بودن، چه در هیئت امنا بودن و چه بیرون از هیئت امنا به صورت هموند. و هر سال ما کاری که میکنیم در ژانویه آمار مالی تا پایان سال گذشته، این تا آخر دسامبر، رو آماده میکنیم و روی تارنمای خودمون بروز میکنیم. یعنی شما امروز اگه بروید روی سایت iranianrenaissance.com هم میتوانید تو بخشی که دونیشن نوشته به صدا همیاری بروید اینجا، هم ببینید که مثلا پارسال چقدر پول داده شده و همین که چه کسانی دادن. عموما اسما هست، تک و توکی از هممیهنانی که به ایران رفت آمد دارن، یه مقدار مشکلاتی دارن، مثلا خواستن که اسمشون نباشه که اونا رو نذاشتیم، ولی عمده اینه بوده مثلا 85-90 درصد پولی که گرفته شده با نام شخص اونجا هست، به ترتیب از بالا به پایین، و مصارف هم مشخص بوده چون کار داوطلبان است. ما وقتی که سال 2014 یک همایش برگزار کردیم در سان دیگو که نخستین همایش ما بود، رنسانس مهرگان، بله، در بنیاد مهرگان میزبان بود و ما اونجا برگزار کردیم، خب خیلی از دوستان ما در رسانه‌های فارسی زبان حضور داشتن. اونجا آقای شجره از تلویزیون پارس، آقای همایون از تلویزیون کانال یک، آقای کاردان از تلویزیون اندیشه، اینا آمدن و به ما زمان رایگان دادن. گفتن ما این ایده رو میپسندیم، چه کار دست ما برمیاد؟ گفتیم به ما زمان بدید. و هر کدوم اینا 2 ساعت در هفته ما برنامه دادن که 6 ساعت برنامه خیلی خوبی بود و دوستان تونستن ساعت‌ها رو پر کنن. و این که شما یفه مثلا از اینکه 2 سال بدون اینکه هزینه بدی برنامه بگیری، به هر حال کمکی بود. موارد دیگه از این دست، مسابقاتی ما برگزار کردیم. مثلا چطور شد که قطع شد این برنامه؟ 2 تا اتفاق افتاد. یکی این بود آقای دکتر که ماهواره پیش از اینکه شبکه‌های اجتماعی خیلی پربار بشه و اینقدر گسترده بشه، بیننده خیلی داشتن. بله. امروز ماهواره بیننده دارند، ولی میانگین سنی بینندگان ماهواره بالا رفت. یعنی قبلا همه میدیدن، ولی در چند سال گذشته میانسالا و جوانها روی شبکه‌های اجتماعی، رو تلگرام و واتساپ و فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و اینا هستن، و کسانی که سن بیشتری دارن معمولا ماهواره میبینن. و ما دیدیم ما بخش بزرگی از کسایی که میتونن مخاطب ما باشن رو از دست میدیم. دیدیم پس بهتره که روی شبکه‌های اجتماعی مقدار به صدا فشار کار. شما خودتون رها کردین امکانات تلویزیونی؟ ما خودمون رها کردیم، ولی یه دفعه نشد. یعنی ما چند سال ادامه دادیم. کانال اندیشه اینترنتی شد دیگه، ما اونجا قطع شد برنامه‌مون. یعنی دیدیم که خیلی بیننده میاد پایین. چنل وان و کانال پارس رو ادامه دادیم. فکر میکنم تا حدود 2 سال پیش ما در چنل وان هم بودیم و تا حدود 10 ماه پیش در پارس هم بودیم.
الان هم امکان هست، یعنی بخوایم میتونیم دوباره برگردیم خدمت دوستان باشیم، ولی نمیدونم این شبکه‌های اجتماعی خوبی داشته بدی داشته. بدیش هم اینه که مقدار زیادی از نیروی جوانی که ما دوستش روشون تاثیر بذارن دیگه پای ماهواره نمیشینن، میرن تو شبکه اجتماعی. مثلا مسابقه شاهنامه برگزار کردیم ما سال هر سال، بله، که بیاین هر کی هر هنری داره، نقاش هستید، شاعر هستید، مقاله نویسید، پژوهشگری، فیلمسازی، موسیقیدانی، طراحی رخت و جامه میکنی، بیایید از شاهنامه ایده بگیرید و کاری رو ارائه بدید. ما به کارهای به درد بخور جذاب جایزه نقدی میدیم و خب هر سال رفتیم سراغ کسانی که میدونستیم علاقه مندن، گفتیم که برای جوایز بیاین اسپانسر بشید. و مثلا دوستی میمه 2000 دلار چک میفرست، یکی دیگه 1000 تا چک میفرست، این پولا که میرسید میدیم چقدر بودجه داریم، بر اساس اون تعداد برنده رو تعیین میکردیم. گفتیم خب ما به هر بیننده برنده میخوام 500 دلار بدیم مثلا، بل. خب حالا که 8000 دلار داریم به 40 نفر جایزه میدیم. حالا ممکن بود در تاجیکستان باشه، ممکن بود در مثلا سبزوار باشه، ممکن بود در ایزه باشه، ممکن بود الان نشسته فرض کنید در آمستردام هلند، و این گونه فاند پول جمع میکردیم میتونیم چقدر بعد جایزه رو مشخص میکردیم. درست باشه، کار جالبی بوده. یکی دیگه از همین مهمتر حمید که من از شما پرسیدم چون آگاهی داشتم نسبت به بودجتون و اینها، شما یکی از نادر تشکیلات و گروه هایی هست که در سطح جهانی فعالیت میکنید که واسه هیچ کشور نیستید و پولی نگرفتی از جایی، و این یکی از افتخارات تشکیلات شماست که من دارم میخواست اینو مردم ما آگاه بشن، زیرا که میدونید آقای دکتر از سال اساس پیش از انقلاب تا به امروز همه حرکت های اعتراضی چه زمان محمد رضا شاه علیه اقتدار شاهنشاهی که شاهنشاهی را از ایران برد، و چه تا الان که من شما اینجا نشستیم، به قول مهدی اخوان سارس میگه حرکت از آن بود که محرکی بود، جنبش و حرکت و دکون و حزب و تشکیلاتی هم آنجا باز میشود که پولی باشد. درست. و پول هنگفتی تو این سالها سرمایه گذاری شد از ساختن حسین ارشاد در ایران، پیش از انقلاب ساختن مهدیه کافی و پرداخت حقوق به کنفدراسیون در خارج از کشور، نیروهای چپ و اینا، که اکثر این پولها من میخوام به هدیه بدم به شما که یکی از تشکیلاتی هستید که با جیب خودتون رفتید جلو، مثل سیاه شهرستا از کسی نگرفتید، میخوام امروز یه هدیه بدم به کسایی که ما رو میبینن. درست. اون هدیه اینه که چون من در جایان خیلی موارد بوده و هستم اینها، از یه نشریه کوچکی که در 8 صفحه منتشر میشد اینها تو خارج از کشور پول چند صد هزار دلاری در سال دادن، تا اینکه دیگه الان تبدیل شد به رسانه ها و به آدم ها و به شخصیت ها و اینا، همه هم این بودجهش رو بر اساس آنچه پروژه است که پل ارتمن در سقوط 79 نوشته، پول رو از عربستان سعودی و بعد دیگه قطر و جای دیگه و کویت نگرفتن و پروژه نویسشون خودشون در خارج هستن، در غرب هستن. برای همینه که جمهوری اسلامی چون خودش همینجوری به دنیا آمده، یعنی جمهوری اسلامی تمام این آخوندهی که شما میبینید حوزه‌های علمیه رو میگفتن انگلیسیه، بودجهش عربستان سعودی میداده و میده. یعنی آیت الله سازی در ایران پدر و مادر من و شما نرفته وجوهات پرداخت بکنه. درسته. اگرم 4 نفر رفتن وجوهات پرداخت کردن اونقدر نبوده، اونقدر نبوده. اینها بودجه است که از پول حج در داخل خودمون کشور، چون میلیاردها دارن اینا پول حج دارن، در زمانش پادشاه میشد. در همینی که من دیدم آقای ثابتی عزیزم که درود دارم بهش، میگفت یهو حسین ارشاد ساختش چند میلیون من نفهمید پولش کجا اومد. یعنی ببینید ساواک تا این حد نتونست بود. الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم سال 2022 هستیم، در خرداد ما سال 7760 هستیم، هنوز که هنوز در داخل و خارج از کشور آدرس عوضی رو همه میرن، فکر میکنن اسرائیل اپوزیسیون رو تقویت مالی میکنه، فکر میکنن جامعه یهودیان تقویت مالی میکنه، اسرائیل به کسی یه سنت هم نمیده. ولی اینجا من میخوام، چون ما هدفمون روشنگری ملت ایران هست، این سیستم که من بارها هم پخش کردم که این نکته رو که سندیست که منتشر شده، سفیر انگلیس در عربستان سعودی زمان محمد رضا شاه میگه شاه رو نمیتونیم مهار کنیم، سرکشه، ایران رو دوست داری خیلی، ولی عربستان سعودی میشه تو دست ما باشه، ما باید قدرت منطقه رو از شاه بگیریم بدیم به این. و تا الان هم همون شیوه رو رفتن و از پولاش هم استفاده کرده. میگه ما با اینا میتونیم بهتر بونیم تو منطقه، با عربستان سعودی.
با اینا نمیتونیم، اینا خودخواهن چمینه. گفتم برم انگلیسی ها تلاش های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس میدونستن و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتند. بدبینی بریتانیا به شاه ایران رو میشه در گزارشی که سفیر این کشور در عربستان در سال 1968 و همزمان با دیدار شاه و ملک فیصل تهیه کرده به خوبی دید. این گزارش پادشاه عربستان رو یک محافظه‌کار واقعی و رهبری محتاط معرفی میکنه، اما در مقابل شاه رو به تمسخر فرزند یک نظامی بیسواد میدونه که برای کشورش اهدافی بلند پروازانه داره. این ارزیابی انگلیسی ها از شخصیت شاه دولت آمریکا رو تا پیش از نیکسون با سیاست توازن قدرت بریتانیا در منطقه همراه کرده بود. اما ریچارد نیکسون که برخلاف انگلیسی ها اعتقاد داشت عربستان سعودی قادر به ایفای نقش رهبری در منطقه نیست، با برداشتن همه محدودیت ها برای فروش سلاح به ایران این امکان رو به شاه داد تا نقش رهبری منطقه خلیج فارس رو به دست بیاره. در سایه دکترین نیکسون ایران از یکی از کشورهای تحت حمایت آمریکا به یکی از متحدین این کشور تبدیل شد. هیچ کس نمیدونه. من این بویژه میخوام برای داخل کشور بگم، اون رهبرانی که اگر نمیدونن الان که ما میگیم آگاه میشن. اگر خودشون مزدورن، که اکثرشون تو ایران مزدورن های دکتر، اینا مزدورن و آدرس عوضی میدن، همش ما علیه اسرائیل میخوان تو دنیا و علیه یهودیت یهود ستیزی را بنزن. میخوام بگم که اینها بودجش از اونجا 100% تأمین میشه و میشه از زمان شاه تا به امروز از عربستان، از طریق عربستان سعودی با بودجه بالا. ولی اینجاست لب قضیه، اینجاست که شعور وقتی نباشه که روحانیت نداره و اگرم داره ذکاوت داره پنهان میکنه اونایی که چارتش میدن. عربستان سعودی که خودش نمیاد پول بده که، این اجنتای استخدام میکنه، مامورهای استخدام میکنه، تشکیلاتی رو میسازه در دنیا، سعی میکنه از هویت غیر مسلمان باشه. چون از هویت غیر مسلمانه شکی بر نمیانگیزه. مثلا من برای که دیگه چه هم بشه میخوام، مثلا تو این پاریس ما، من چون این دوستم بود روانش شاد از جهان رفت، این رو میگم براش بزرگ داشتم گرفتم، عزیز منم بود اینا، خودش به من گفت اینا. حالا جریانات دیگر نمیخوام صحبت کنم، آدم اینجا یه روزنامه کوچیک اینجا در میومد به نام روزگار نو، آقای اسماعیل پولواری اینو منتشر میکرد، برام خیلی بهشون ردت داشتم و اینا. ولی اینجا ببینید، ایشون در سال چند میلیون اون موقع فرانک بود بودجه داشت، برای همین اکثر این نویسندگای خوب و درجه یک زورام جمع شدم جای چوکم با ایشون تو ونسل میخوردن مقاله میدادن، ماه یک بار یک کتاب در میومد، مثل اون کتاب کمتر از اون ماهی اینم کتاب نشون بدیم آقا ماه یکی میاد، اسمش بود روزگار، نصف اینم بود از صفاتش. بعد توی این 20 نفر از شخصیت های درجه یک قلم میزدن، اون شخصیت های درجه یک نه یک قرون میرفتن نه یک قرون میدادن. هرگز هم از آقای پولواری نمیپرسن آقا پول تو کی میده. بعدم برای خودشون فکر میگردم مثل خب نشه که من هم در میابردم، خب کار میکردم پولشو در میادیم، یه شما رو داری میکنیم، میگفتیم خب کارم نمیکرد آقای پولواری. تا این که یه باری که از عزیزان من که از ایران و از لس آنجلس اومده بود، وقتی میومد با هم جلسه میذاشتیم، یک هنرمند نازنی نیست میبوسمش هستم اینجا، یه هنرمند ما جلسه میذاشتیم با آقای پولواری میشستیم اینا. بعد یک شب من ازش پرسیدم، با هم بودیم دیگه چند نفر نشسته بودیم، گفتم آقای پولواری شما خودم از کجا پول میاری اینو میدی؟ گفت این رو الان نمیدونم زنده است مرده است، روانش شاد آدم خیاری بود، گفت اینه برادر زن من میده، حالا زنش هم بغلش نشسته بود، این برادر زن ایشون از جیبش نمیداد سال چند میلیون فرانکو، چون نداشتم که بده، بودجه عربستان سعودی بود، همونطور که آقای جعفر روایت کردن در دنیا نیست، ایشون هم باز یه بودجه داشت که گروهی داشت زیر پوشی خودش، هر کس جور. یعنی برای همینی که پول نابودی و تباهی ایران آرایه‌ای رو از اونجا
پول اونجا، فکر اونجا دادن. ما اینی که میگیم آی دکتر، نه مخالف هیچ تبار و آیین و دینی هم نیستیم. ما میگیم فقط علیه ما فعالیت نکنید، وگرنه اعراب رو ما خیلی دوست داریم. من خودم عربی صحبت میکنم، بهترین دوستان من عرب ها هستن و رهبران یک کشور و سرویس های اطلاعاتیشون قاطبه و مردم نیستن. ما دشمن ما بعد ببیشه یهودی ها، یهودی ها هممیهنان ما هستن. تبار یهودی از ایران دریای مازندران و 33 خبر داشتین؟ 33 قبر پیامبران یهود در ایرانه، خونشونه اونجا. ولی رژیم جمهوری اسلامی فقط اگر عربستان سعودی کسایی رو استخدام کرده مثل بلاک راک، بلاک راک یعنی حجر الاسفل، قوی ترین کمپانی عالی دنیا، با پول رو میگرده. اگه آدمی رو استخدام کرده که از یه تباری هستن که مسلمان نیستن و یا چه هستن، تباره امکان داره دو تا آدم، سه تا آدم مثل که وکیل شما میگیری. درسته. الان تو این پاریس من مسلمان درجیه که میگم که نماز و روزه و فوش هم میده به یهودیت، ولی تا کارش گیر میکنه میره وکیل یهودی میگیره. چون وکلای زیادی هم رفیقای من هستن، میگم فلانی همه اینا ما بیشترش عربا هستن. حالا اونجا هم سعودی میبینه از کانالینا میتونه بهتر پول رو پخش کنه. اینه که این کاری شما توضیح دادی، من خیلی سپاسگزارم. اصلا دریچه نوی تو جهان باز میکنه. روحانیت حاکم بر ایران، ولایت فقیه و مرجعیت ایران، چون اونها هم خودشون توسط تئوری و فکر انگلیس و پول عربستان سعودی توی سالها پایدار موندن، غیر از اون بیگون خامنه‌ای که فاحشه خونه داشت در هند بگذاریم که پول اولی بوده، اونا هم نمیان اینو بگن. اینا همیشه میگن اسرائیل، اسرائیل. اسرائیل کسی پول نمیده به قول شما. حالا در همین رابطه آی دکتر، من دیدم که شما به من یه موردی رو گفتید که خیلی لذت بردم. یعنی این موردم برای پیشبرد اندیشه خردگرا و آزادی بخش میهن خیلی مهمه که مردم بدونن که از وزارت امور خارجه امریکا میان به شما پیشنهاد میکنن که آقا ما میخوایم به شما سال چند میلیون دلار بدیم برای ما کار کنید، که شما رد میکنید. کسانی که من شاهدم و میدونم آقای دکتر 50 دلار در سال میگیره، 50 دلار، چه تو ایران چه تو خارج، و داره برای دشمن کار میکنه، فیلشگر سایبری. شما انسان های فرهیخته همزمان که میخوام ازتون این کار که نکردید هیچ، مثل خود من، من وقتی که محافظ داشتم ماشین ضد گلوله در فرانسه، به رئیس جمهور فرانسه گفتم آقا اینم نمیخوام، آقا نمیخوام. گفت بابا یارو مترف، ما میدونیم که هیچ کس نمیگه بالا چشت ابرو، یه پاسبان ما در خونهش نمیذاریم، به توی این کارم تو چرا نمیخوام؟ بگیم نمیخوام. ما اینجا حالا شما وقتی که اینو رد میکنید، این خیلی من به شما دوستتون داشتم و دارم و ببینید یارانتون، یعنی این تشکیلات، درسته، این تشکیلات ببینید که انسان های فرهیخته هستن، که من ازتون خواهش بگم که همزمان اسم دوستانتونم اونایی که ضرری نداره براشون اسامیشون، چون همه شخصیت های فرهیخته هستن که جامعه ایرانی بهشون افتخار میکنه، ولی پیش از این جریان برای بینندگان ما تعریف کنید. حتما با کمال میل. ما از وزارت خارجه تماسی گرفتن به استیت دپارتمان که ما میخواییم امریکا، بله، که با شما گفتگوی داشته باشیم. گفتیم ما یه جریان فرهنگی هستیم، ما به وزارت خارجه کاری نداریم و نیاز به صحبت نداریم. گفتن نه، ما میخواییم که مقداری ببینیم شما دارین چی کار میکنین، چه خبره. و من گفتم ما چون کار سیاسی نمی کنیم اصلا ضرورتی نداره بشیم با وزارت خارجه صحبت بکنیم. به هر حال نمایندهشون اومد و گفت که یه جایی با هم بشینیم یه قهوه‌ای بخوریم، و من دو تا دیگه از دوستان رو گفتم اومدن، سه نفره رفتیم و این آقا اومدن که مشخصاتشون هم مشخص بود، قبل برای ما ایمیل زده بودن، چک کرده بودیم که آره بله بله از وزارت خارجه، بله. و ایشون صحبتی که کرد خیلی چشم ما رو باز کرد. گفت که پس از جنبش سبز کسایی که از ایران زدن بیرون اومدن که از بیشتر تو دار دسته میرحسین موسوی و هوادارهای خاتمی و کسا بودن که نمیدونم دفتر تحکیم وحدت و نمیدونم این دار دسته، این تیپ مثلا اکبر گنجی و اونایی که تو اون مایه بودن، گفت اینا اومدن و برها هر کدوم یه بودجایی و ما از وزارت خارجه به اینا اختصاص دادیم. و به من چند تا وبسایت گفت نگاه کنم، همجوری تلفن زدم نگاه کردم، دیدم همش مثلا گسترش دموکراسی و نمیدونم چیزای نقض حقوق بشر در ایران انجام شد و
وبسایت های بی خطر بی خاصیت همه هم انگار از رو هم کپی کرده بودن. گفت اینا واسه این وبسایت دارن سال 300 تا 400 تا از ما میگیرن، یه زن و شوهر اونجا نشستن هیچ کاری هم ندارن بکنن. 300 400 هزار تا دلار. بله اون یکی 300 هزار تا مثلا ما قدیم که برای یه روزنامه 2 میلیون فرانک میدادن. اون که میان و بعد میگفت از اینا زیادن، اینا همه اصلاح طلبای هستن که بیرون اومدن. گفتم خب شما پول اضافه دارین دور میریزین، اونا هم میگیرن دیگه، این مثلا ما چه کاری. بعد گفتن که خب خوبه که شما بیاین ببینیم که شما که تشکیلاتی هستید، آدماتون بیشترن و به هر حال دارین زحمت میکشین، ما چه کاری میتونیم کنیم، چه کمکی بکنیم. گفتم هیچ، ما اصلا بودجه آنچنانی نمیخوایم، چون کار فرهنگی بودجه هر چقدر باشه میشه کار جلو برد، چون شما داری یه اندیشه رو میپراکنی، شما که نمیخوای بری گردان درست کنی، لشکر درست کنی، از این خبرا نیست. و ایشون اصرار و از ما انکار. و بعد خیلی جالب بود، گفتم شما اصلا چرا به اینا دارین پولا رو میدید؟ خب این پول مالیات دهنده های امریکاست، شما یه بودجه ای دارین، چرا به اینا دارین میدین؟ اصلا چرا بودجه پخش میکنین یا قرار نیست کاری بکنن؟ گفتم به اینا بودجه دارین میدیم که حالا سیاست های اوباما بود اون موقع که از دولت روحانی پشتیبانی کنن. ولی ترامپ رئیس جمهور بود، ترامپ رئیس جمهور شده بود، ولی تشکیلات و برنامه همون زمان اوباما بود، تازه ترامپ اومده بود دیگه. الان هم که همون موقعیت چون دموکرات هم اصلا وزارت خارجه همیشه دست دموکرات ها بود، ولی اینا دیگه خیلی آتیششون تو بود. گفتم ما از دولت روحانی در برابر افراطی ها میخوام پشتیبانی کنیم، دولت روحانی آره، برای به استاد طلب و پول میدیم. گفتم از نظر ما این مجموعه فرق روحانی و ظریف، اسم ظریف رو ما بله بله روحانی و ظریف. گفتم از نظر ما این مجموعه اصلاح طلبش غیر اصلاح طلبش اینا همشون ضد ایرانی هن، اینا همش به کشور ما آسیب زدن و تحت هیچ عنوان ما نبایی خط فکری موافقیم، نه میخوایم کار کنیم. و حتی یکی دوتا رقم هم همینجوری تو صحبتاش گفت که مثلا ما رو تحریک کنه. گفتم بذار من یه به شما بگم چی بود رقم ها بگین. خب مثلا فرض کنیم صحبت مثلا 1.2 میلیون برای سال اول چه صحبت هایم کرد. گفتم بذار من یه به شما بگم. گفتم ما یه هیئت امنایی داریم، من هستم، آقای دکتر اردشیر انوشیروانی است، آقای دکتر شیرزاد ابراهیمیانه، بهمن مالیزاده است، شهروز عشه، رامین فرهنگیه، آقای آریا صالحی است، همسر خودم آرتمیس است، اینا هیئت امنا. من پروانه میخوام همینجا درود بفرستم به این مهربان یارانی که همراه با شما هستن، چون همه یکی از یکی فرهیخته دارن و من خودم بینها ارادت دارم. سپاسگزارم، خیلی ممنون. خواهش. بعد گفتم یه شورای هماهنگی داریم که دوستان هستن، آرش کمانچه هست، مرداد قنبری هست، آروین آدریان هست، یه مجموعه هستن کارهای رسانه‌ای میکنن، یه مجموعه هستن که کارهای کلیپ سازی رو انجام میدن. گفتم ببینید همه بچه‌ها، حالا بزرگان و بچه‌های مقدار جوان‌تر، مقدار بزرگتر، گفتم چه اینا چه ادوایزرامون رایزنامون، گفتم همه دستشون به دهنشون میرسه. گفتم ما از جیبمون هزینه داریم میکنیم برای کارمون، ما اینجا سفره ای نیست که بخوام بعد بذاریم جیبمون. گفتم که من محکوم نمی کنم هر کیو که پول گرفته، شاید شما رفتین سراغ کسایی که نیازمندن، آدم نیازمند حسابش جداست. دست کم ما چون به اندازه خودمون دستمون به دهنمون میرسه، هیچ وقت نمیام استقلال خودمون رو در اختیار مثلا یه جایی مثل عزت خارجه امریکا قرار در امریکا باشید و همه تونم امریکایی دو ملیتی هایی دارید سیتیزنی دارید. این شجاعت شما آقای دکتر شاهین شجاعت ایران آریایی است، خراسانی است، سیستانی است، کردی است، آتورپاتی است و واقعا درود داره. من به خاطر همین که دارم خواست این شهادت در تاریخ مبارزات ملت ایران بمونه، واقعا درود بر شما. عرض میکنم 50 دلار اینا رد نمیکنن. بله متاسفانه. آقای دکتر بیاد روی خط تلویزیون 5 دقیقه صحبت کنه، مایی با این دلش خوشه برای دشمن کار بکنه، وطن رو بده، همه چیزشو بده. و شما تا این حد من واقعا بسیار بسیار افتخار کردم که دیدم هنوز میتونیم حساب کنیم روی مهربان یارانی که تاریخ کهن رو و دلاورها و به قول زرتشت که اومد تو خواب من گفت شیران شهرهای ایران اورایی رو برای ما تداعی میکنه در ذهنمون. پوزش بخوام که قطع کردم، دلم میخواست اینو بگم بهت. حتما. و اتفاق مهمی که اینجور مواقع میفتن دکتر اینا، خب ایشونو با تقریبا با حالت خیلی سرد و قهرآمیز ازش جدا شدیم. مسئول عالی رتبه وزارت امور خارجه امریکا. بله. بعد ایشون بدون شک ریشه
آمریکا 100 درصد هم نداشته. نخیر ایشون ریشه خاورمیانه ای داشت و مسلمان هم بود. و دولت اوباما خیلی به اینا پروبال داد، یعنی اینا اگر که یک صاحب منصب میان رتبه بودن اینا رو برد بسیار رده بالا، مثلا زیر معاون وزیر قرار داد. برای اینکه موقعی که اوباما اومد تو دولت امریکا شروع کردن در ارتش و در وزارت خارجه به ویژه این مقامات عالیه رو دادن به قول خودشون به ماینوریتی، به اقلیت ها، به مسلمان ها دادن، به سیاپوست ها دادن، به LGBT دادن، به صدا به مصری ها، نه LGBT به چیزا، به همجنسگرایان ها. یه موقع از شما پست به یکی میدی واسه شایستگیشه، خیلی هم خوبه، سفید سیاه سرخ هر چیز آقا شایسته است بهش بده. یه موقع از شما سهمیه میذاری، میگی من میخوام 3 تا معاون فلانجا غیر مثلا سفید یا غیر مسیحی باشن، خب این سهمیه گذاشتن خودش تبعیضه. انسان ها باید بر اساس تخصصشون و تجربهشون و شایستگیشون یا پست بگیرن یا نگیرن دیگه. من و شما نباید بگیم که مثلا فرض کنید من میخوام 2 تا از اونها بذارم، 3 تا از اون بذارم، این که دیگه کار درست نیست. در حال این جریان رو ما رد کردیم و رفتند و بعدن تحریم ها رو فهمید که من کلام دیشکر میدونن یعنی چی تحریم. تحریم حالا مثلا میگن فلان کس تحریم شد، فلان کشور تحریم شد، تحریم میدونی که یعنی آن چیزی که به اون وابسته است و بالا بکشن دیگه. حالا یعنی ما هر تحریم میلیاردها دلار آمریکا برمی‌داره میشه مال خودش. فلان دوز در ایران میشه تحریم، درست. فلان تیمسار سرلشکر سردار میشه تحریم، میلیاردها دلار در خارج از کشور تو حساب هم پولا برمی‌دارن. اون پولایی که اینا پخش میکنن آقای دکتر، پست میدن ایرانی‌ها رو، پست میدن تو کاخ سفید تو وزارت خارجه، بعد پست میدن. اون توجیه رسانه‌ایشون اینه که ما اقلیت رو بهش قدرت میدیم، درسته. ولی اصل قضیه همینه که روحانی رو میکنن رئیس جمهور، میلیاردها دلار بالا میکشن، بعد میان هواپیما رو پر میکنن به خودش میدن، ولی اون هواپیما همش نمیره ایران، درست. نصفش رو باز همین رو میگیرن که هواپیما بفروشن، چه بفروشن، بعد میگن تحریم بالا میکشن. بقیه هم بعد حالا خود پردر روحانی پرونده داره که میلیاردها دلار دزدی کرده. یعنی اون پولی هم که اینها میدن آقای دکتر، اون پول مال همین تحریم هاست. اگه عربستان سعودی نداده باشه همین میلیارد دلار پولایی که از خود ایرانی گرفتن. من اینجا یک پیشنهاد کردم وقتی که آقای ترامپ رئیس جمهور شده بود، چون یک بارم نازنین آقای نصر اصفهانی اومدن نامه‌ای که من به ترامپ نوشته بودم رو ایشون گفتن که اینجور شده و من یکی نوشتم، اون حسن عباسی یکی نوشته، اون سفیر اینها موسویان یکی نوشته، این رو مطرح کردن که محرمانه بود. آها. که من از من مشورت شده بود، من مشورت همین بود که این نظام بایستی بره. این نظام بایستی هر که دلش با ایران میسوزه و دلش با حال این میسوزه که نجات پرستی در جهان نباشه، ضدیت با یک تبار خاصی نباشه، یا باید نظام رو ثابت کنه. هر گونه این نظام رو شما آرایش کنی، در نهایت نظام تبهکار و قاتلی است. اون موقع که آقای ترامپ، من اینو مطرح کردم که پاسخشون هم مثبت بود، که واقعا بخشی از وزارت امور خارجه که نه اصلا گفت دولت من رو همین قضیه است، ولی ما بعدا دیدیم که کسانی مثل کی بنان، آقای استیو بنان و کسی دیگر کنار گذاشتن، یک کار دیگه شد. حالا میخوام همین میگم آقای دکتر، الان اینها اگر میان به شما میگن آقا ما سال 2 میلیون به شما میدیم، شما از ظریف و روحانی حمایت کنین، ما الان نتیجهشو میبینیم. هم به اون جناح وری فوش میدن، این جناح بره سر کار، این جناح که میره سر کار، این بار دوم رژیمه، درسته. یعنی اینا مغز ولایت فقیه و نظام روحانیت میخوان نگه دارن، از این بار به اون بار میپرن نسبت به منافعی که هر حزبی داره، چون هر حزبی تو یک بیزنسیه، درست. دقیقاً پوزش بخوام براتون قطع کردم، کاملا همین حال دکتر. و اینجور مواقع آدم باید یه مقدار پاسخ تند بده. پاسخ تند این است که وقتی که میان سراغ کسی از هموطنا که ما میتونیم پول بدیم، میتونیم کمک کنیم، اینجوری اینا، بهترین پاسخ این است که ما تا موقعی که توان داریم خودمون بودجه بذاریم، از هموطنا پول بگیریم، اگه لازمه جای هزینه کنیم میکنیم، اگه نتوانستیم تا همین اندازه که کردیم دینمون به میهن بوده انجام دادیم، دیگه نمی کنیم. بله. چرا؟
برای اینکه قرار نیست که من و شما و آقای ایکس و اینا بدنام بشیم، مثلا برای اینکه بخوام یه خدمتی بکنیم باید این خدمت رو همه ایرانیان بکنن. اگه باوری دارن میان میذارن و انجام میدن، اگه باوری هم ندارن گله‌ای نیست، تا اون قدری که میتونیم انجام میدیم. درست باشه. و از همه مهمتر آقای دکتر، مسئله این است که ما اگر خب شاهنامه شاهنامه میکنیم باید یه مقدار پیام هم از فردوسی بزرگ گرفته باشیم دیگه. اینکه شما آزاده باشی، چون آزاد اندیشی خیلی خوبه، ولی آزادگی هم خوبه. شما نباید نقطه ضعفی داشته باشی. اگه نقطه ضعف داشته باشی، رو نقطه ضعف دست میذارن و هر موقع بخوان یه فشاری میدن و شما تن میدی به چیزی که نمیخوای. بنابراین بهتره به هیچ کی بدهی نداشته باشی. یعنی اون سازمان، اون وزارت خونه، اون تشکیلات، نمیدونم اون خبرگزاری میام میگه آقا این کارو ما میتونیم برات بکنیم. میخوای مثلا شما میگیم نه ما نیازی نداریم. برای اینکه استقلال فکری بالاترین نعمتی است که شما میتونی بر خودت حفظ کنی. چون به هر حال کسی که میاد میده یه موقعی از شما یه توقعی داره دیگه. آقا ببین اگه هم باور و هم اندیشی شما تشریف بیارین اینجا مشارکت کنین. میخوای پول بذارین پول بذارین. میخواین کلیپ درست کنین بلدین آفرین. وبسایت برای درست کنین بکنین. دست به قلم داری کار پژوهشی میکنی انجام میدی آفرین. هر کسی که هیچ کسی یعنی کسی که هیچ کاری بلد نیست. یه خانم میگه من خانه دارم اصلا چیزی هم بلد نیستم. گفتم اتفاقا شما ازتون خیلی کار برمیاد. گفت چی؟ بودم که پخش کنین. گفتم شما تو شبکه‌های اجتماعی نیستی، پیام ها رو پخش کنین. هر کسی میتواند اندازه توان خودش نقش بازی کنه. درود باش. گرفتاری ما جناب دکتر این است که تو جامعه ایرانی متاسفانه کسانی که میاین کار اجتماعی کار سیاسی بکنن عده نخاله بینشون هست، تمام این سالها بوده، عده نخالن، عده مدام خالصی هست و خیلی از ایرانی های حسابی و سر به تن بیارز از ترس آبرو کنار میشینن. درست. چون میبینن وقتی هم میان وسط کمکی بکنن آخر وسط دو تا فوش هم میخورن. بله. آخر بدهکار هم میشن، آخر میبینن که اون چیزی که بهش باور داشتن و به خاطرش وارد این فضا شدن دودش به چششون رفته. درست. ما مشکلمون اینه و از نظر کمی و کیفی برای اینکه این دامنه سیاسی هم افزایش کیفیت پیدا کنه، هم نخاله ها شسته بشن برند و آدم های سر به تن بیارز بمونن، لازمش اینه که این جنبش فکری و فرهنگی رو از یاد نبریم. ما نیاز داریم مرتب این رو در نزد همیهنان تقویت کنیم. به هر حال فکر میکنیم از راه فرهنگ به دست آورده سیاسی میشه رسید. اگر که این کار آنچه که دوره رضا شاه کبیر انجام شد در دوره محمد رضا شاه با همون نرخ و سرعت و شتاب پی گرفته میشد، دیگه مرحوم سال 57 علی رغم همه توطئه‌های بیگانگان این گونه به خودشون و به نسل‌های بعدیشون ستم نمی‌کردن و این بلا رو سرشون نمی‌آوردن. گرفتاری فرهنگی بود. ما در سال 57 گفتمان ایران خواهی پهلوی رو بازنده دیدیم در برابر گفتمان ایران ستیزانه خمینی و کسانی که اون علم کرده بود. بله. ما امروز سال 2012 که خدمت شما هستیم داریم صحبت میگیم، 2022 پوزش میخوام، ما در جای هستیم که گفتمان ایران گرایی گفتمان اسلام گرایی رو داره قشنگ کنار میزنه. حالا ما دو تا رقیب داریم، هم گفتمان اسلام گرایی است که خیلی ضعیف شده، هم گفتمان غرب گرایی است. یعنی غرب گرایی هم یه جوری داره ایران متحدن اینا با ما دکتر. بله مثلا ایران بر اساس سوره روم که شروع میشه چون الله یه فرده، درست، الله بوت بزرگ قریشه، خداوند در زبان عرب میشه رب، رب العالمین، درست، اله الف لام میگیره شده الله، یعنی بوت من، این بوت خاندان محمده که از زمان هاشم نیای چهارم سوم پنجمش با روم میسازه. روم میاد هاشم رو در برابر امیه که پسر عموشه و رهبری قبر رو داره نه میندازه کنار، میگه این رئیس جمهور. امیه رو علم میکنه. نه نه امیه ازش میگیره، یعنی برآمدن اسلام رو میگه. نه نه
قبل از اینکه اسلام اصلا شکل بگیره چهار نسل قبلش، چون هاشم نیای محمد هست، درسته، پدرش عبدالله، پدر بزرگش عبدالمطلب، این هاشم قبل این نسل سوم. آره، هاشم و امیه، امیه نه بنی امیه هستن، خود امیه، خود آقای امیه رئیس شده الان، رئیس قبیله شده، درست. روم میاد دخالت میکنه تو تاریخ، چون خب سیاوش عباسی یکی از حرفا چیز تخصصم تاریخانی تاریخ است، میاد هاشم رو میذاره رهبر، امیه رو میذاره کنار، یعنی مثل که کودتا میکنه اونو برمی‌داره، درست. هاشم که میشه رهبر، از همون موقع زمینه رو میسازه روم که عربای پا برهنه رو مسلح کنه، مثل طالبان الان حمله کنه به ایران. این موفق میشه هنگامی که محمد میاد که محمد رو تقویتش میکنه و خود همین دستگاه غرب، دستگاه روم، اون یارو تو بصرا اگر هست، یا خدیجه یا نوفل، عموی خدیجه و پولای خدیجه، محمد قدرتمند میشه و تو قرآن سوره روم قاطع میگه آقای دکتر، میگه ایران پیروز شد بر روم، به زودی شکست میخوره، به زودی نابود. آقا به تو چه؟ اینا رو در ذهنیت خره من اگر سابق بودم و مردم کنونی ما میگن غیبگویی کرده دیگه، الله که خدای غیبگویی کرده بود. نه بابا، این پروگرامه، این کتاب پل اردمنه، درسته، این سقوط 79 در این برنامه ریزی شده که پا برهنا حمله. الان هم آقای دکتر برنامه ریزی سادات تازی، سادات تازی حزبه، برای همین که آقای رضا قطبی در تلویزیون خمینی اونجاست، خامنه‌ای هم حقوق می‌رسم اون دستگاه، رضا قطبی یک دونه از این مصاحبه‌های شاه رو که تا این سال‌ها کرده بود علیه استعمار پخش می‌کنه. و سید حسین نصر اونجا تئوریسین شده برای نظامی که خودش داره بهش آسیب می‌زنه. رئیس تشکیلات الان بوت ایشون، اصلا ایشون یک قطبه. همین الان در جهان ببرید ببینید، ایشون یک قطب جهانیه. چنده میشه به بنده ارادت داره. خیلی ها به من ارادت دارن، ولی من به میهنم ارادت دارم آقای دکتر. بله، اینها رضای قطبی یک دونه، شما فرمودید درستم گفتید، خیلی درست گفتید، رسانه ها نقش میتونستن بازی کنن، یعنی ایرانگرایی شاه رو در برابر اسلامگیری، به جای که باید قزرون گل سرخی بگه چگاراوا حسین چگوارا بوده فلان اینا، ببین کیه، به جایی که بیاد بحث میکنه بحثه چه بکنه، همون ساز اون تلویزیون او بود که آمد نصیری رو گرفتن اونجا محاکمه کردن و فلان، و تا الان هم ایشون یک کلمه علیه جمهوری اسلامی صحبت نکرده که تجلیل میشه ازش. سادات تازی ایره تا نفهمیم آقای دکتر کارامون پس منو بکرد. سادات تازی از اون زمان هاشم، بنی هاشم، یه حزب تشکیلاتی، چون شما حزب دارین میفهمین چی میگم من، تشکیلاتی کار میکنه، درسته، شما اگر اینو بزنی یکی دیگه میاد، اونو بزنی خاتمی میاد، ولی مغز هست، اینا بال رژیمن، بالهای رژیمن، سادات تازی هستن. برای همین شما این چقدر آخوند، البته ما سادات تازی داریم، مثل احمد کسروی لگد میزنه، سیده داریم مثل شهبانو فرح پهلوی لگد میزنه، میاد بگه مادرم به من میگفت ماتیک نزن، فلان کار نکن، همینا شادرمان فریده خانم به خود من هم میگفت، میگفت سید اولاد پیغمبر عباسی، چیزی بهش فاش ندیم خمینی رو، متوجه میشین؟ برای همینی که آیت الله مرتضی جزایری آیت الله سیده، برید ببینید چه میگه در مورد اسلام، نوارش همه جا صداش پخش شده، ما سیدهایی داشتیم که لگد زدن، یعنی آشکارا اومدن در ایرانیت رو ترجیح دادن به سادات تازی و اسلام، ولی شوربختان از اون طرف اینا یه تشکیلاتن، اینا یه حزبن، یه حزب مخفی و پنهان. برای همین تا الان که من اینو به شما گفتم، مطمئنم که شخص جناب علی، همه دوستانتون توی نشست، این فکر رو نکردید بودید که آقا وقتی قرآن میگه که ایران پیروز شد ولی نابود میشه، پراکنده میشه، همه چه میشن، همه فکر میکردن خب قرآنه دیگه، غیب گفته، هیچ کس نگه آقای برنامه هست، این کتاب پل اردمنه، این پروژه هست، درسته، اینجوری ما باید فکر کنیم، یعنی آقای دکتر نوع نگاه ما، نوع اندیشه ما بایستی عوض بشه، وگرنه یارو هنوز هم از اون روز مهندسه، یکی بار هم یه دکتر بود، صحبت شد خمینی تو ماه بوده، گفت آره عوستو به جانتو، نمیدونم لیزر دکتر بودم، منم دیدم، گفتم برو سیه. بعد همونجا تو نشست ویسکی میخوردن و شامپاین اپریتیو،
بحثشو گفتم تو تلویزیون، ولی خلاص میگم من دیدم که دختراش به همین آقا گفتن بابا اوستا راست میگه، پس این خو اینا همه علیکی میگن خو، اینا گفتم همونایی که میگن خو اینی دیدم نمیدونم چون همه تو باند مخفی حزب سادات تازه بودن مثل رئیس رادیو تلویزیون که یک سخنرانی شاه رو علی استعمار پخش نکرد. هیچ کدوم ما الان تازه داریم اینا رو میبینیم. ها الانم که تازه خیلی تعجب میکنم. آره که من با شخصیت های بزرگی که شما دیدید اسماعیل خویی تغییر رأی داد. شخصیت های بزرگی که تغییر رأی داد اینا دادن گفتن گوش کن عزیز من. هر کی دادن گفتن گوش کن تغییر موضع داد. اصلا باورشون نمیشد که چه چیزایی وجود داره. دقیقاً. خب ایشون نخ وظیفه ای بود که اینا رو پخش کنه. نبیاد خسرو گل سرخی رو. نبیاد شباب کنفدراسیون و مارکسیست و فلان و بعد به علی شریعتی پول بدن و بدن آقا جا بشین تو زندانی کتاب بنویس ایران رو بیاره پایین. و اینه که چرا ما اینو درک نکنیم که الله اگر در قرآن سوره روم نابودی ایران رو میخواد، ای از زمان بنی هاشم برنامه سازمان تشکیلات ساخته شده روم هست. اینه من جایی عرض کردم که شما فرمودید که غرب و اسلام این دوتا با هم متحد دیرینن برای نابودی اقتدار ایران اهورایی پای استراتژیک هم دقیقا. آقای دکتر الان میگن که احتمال داره که جنگ جهانی سوم بشه و ایران همین داغون بشه. این درست، ولی شما میدونید که تمدن ایلامیان 7000 سال پیش رفته زیر خاک. این تمدن از عربستان سعودی کنونی بوده که اون کعبه آتشگاه ایرانی بوده. 40 سال من این عرض کردم بله. کعبه آتشگاه ایرانی بوده. تو قرآن هم میگه که اینا تعمیرش کردن و تنظیفش کردن، نمیگه که عربا ساختن که. درسته. با نقشه با کعبه نقشه رستم یکیه کعبه. خب ایران عربستان سعودی کنون، یمن، اردن تو امپراتوری ایلامیان بوده و ایلامیان اسمش چیه؟ ایرانیان. ایلام، ایران، آریا، اینم یکی. اینم که من به شما عرض کنم ما 40 ساله داریم میگیم تقویم 7000 ساله رو داریم در میاریم 40 ساله. جدیداً دیگه این خدمت شماست. امریکا ما میگیم نازا، شما میگید ناسا. ناسا یه گروه پژوهشگر فرخواست میکنن توسط ماهواره، این ماهواره میره فیلم برداری میکنه از زیر زمین خاکای عربستان سعودی. ببین اونجا آثار تمدن ایران هست تا اردن همجور بیا 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 ببره تا قفقاز و تاجیکستان و اینا. Le désert Roub al-Khali en Oman. Ce territoire menaçant et désolé de la péninsule arabique est indiqué sur les cartes sous le nom de Karvid. Ses sables mouvants et sa chaleur écrasante sont le repère de solifuges venimeuses, d'échides mortels et de bandes de bédouins nomades. Mais si l'on en croit d'anciennes légendes, cette région était très différente. C'est ici, il y a environ 5000 ans, qu'existait autrefois un royaume mythique appelé Hiram. Connu pour sa richesse et sa splendeur, Dieu l'aurait détruit pour le punir de sa vilainie et de sa corruption. On en parle dans différentes sourates du Coran. Il est dit que le vent s'est mis à souffler et a détruit la ville parce que ses habitants ne voulaient pas suivre la parole de Dieu. Des prophètes sont venus pour essayer de les changer, de les purifier, mais ils ont refusé. Du coup, la ville et sa civilisation ont été détruites. Pendant des siècles, historiens et explorateurs ont cherché des preuves de l'existence d'Hiram. Mais il faudra combiner technologie spatiale et archéologie traditionnelle pour enfin réussir à prouver qu'Hiram est bien plus qu'un mythe. En 1983, Nicolas Clapp, archéologue amateur, adresse une étrange requête à la NASA qui donne lieu à une expédition commune dans la péninsule arabique. Il venait de lire qu'on pouvait utiliser un radar imageur pour cartographier des rivières souterraines en Égypte. Il se demandait si on pouvait s'en servir pour trouver une cité disparue, en connaissant à peu près sa localisation.
Transportée à bord de la navette Columbia, cette technologie appelée radar imageur spatial fonctionne comme un appareil de radiographie souterrain. On enregistre d'abord des images depuis l'espace, puis on les modifie numériquement pour faire ressortir des détails invisibles à l'œil nu, notamment d'anciens lits de rivière et des routes de caravanes aujourd'hui enfouies sous le sable. Je n'aurais jamais cru qu'on pourrait découvrir depuis l'espace une cité disparue. Mais ils ont persisté et étudié des détails qui semblaient intéressants. Les images satellites ont un gros avantage. Elles permettent d'observer une région entière, de voir les détails dans leur contexte. Voilà une image d'un radar spatial d'une partie du Sahara, le désert au sud-ouest de l'Égypte. Aujourd'hui l'un des endroits les plus secs de la planète. Cette large bande, c'est un ancien canal fluvial aussi large que la vallée du Nil. Et à l'intérieur, on peut voir un canal plus petit. Et voilà ce qu'on verra une fois sur place. Là, on est au milieu de l'un de ces fleuves et on regarde une rive découpée plus haut. Ça a été une sacrée découverte. Dans l'Antiquité, les gens dépendaient de ressources, comme nous. Ils avaient besoin d'eau et de réseaux de transport. On a vu la relation entre ces différents éléments et découvert des pistes dans cette zone. Ça a été un point de départ dans notre recherche d'Iram. ایران اهورایی چطوری سر نابود شد؟ این چطوری نابود شد رفت زیر خاک؟ اتم و جنگ و بمب و اینا که مال الان نیست که اینا چیز قدیمی سای دکتر. و اینی که من میگم اسم این فیلم هست فن دوماند آخر زمان روی اینترنت میزنن یک ساعت و نیمه این فیلم میتونن ببینن تمدن. خودش تو اون میگه تو این فیلم میگه که ایران مهد تمدن بشریت بوده ایلامیان بوده و درست آقای دکتر شاهین نژاد عزیزم مهربانیار الان دکتر شاهین نژاد و یاران فرهیخته و خردمندتون من خیلی لذت میبرم وقتی میبینم مرتب از قادسیه میگید و قادسیه امروز و و و واقعا بهتون شاد باش میکنم الان شما برای مردمی که دارن شما رو میبینن ببینید از پاریس هم میبینن دیگه چه سخنی دارید که به خونه اینها بره و یک تحولی به وجود بیاره که فکرشون، کارشون، عملشون از فردا یه چیز دیگه باشه. پرسش بسیار به جایست جناب اوستا. اصل قضیه این است که ما 43 ساله که از انقلاب میگذره خیلی وقتا اون چیزی که خودش اپوزیسیون مینامه من اپوزیسیونی نمیبینم میگم اصلا مخالفان جمهوری اسلامی که امروز بخش بسیار بزرگ از ملت ایران شامل میشه اینها نگاهشون بر این بود که یک آلترناتیو شکل بگیره یک جریان شکل بگیره که جایگزین جمهوری اسلامی باشه در صورت افتادن جمهوری اسلامی این جریان اپوزیسیون 37 سال که از انقلاب گذشت یعنی تا 6-7 سال پیش تا 5-6 سال پیش کلن مسیر اشتباه رفته بود یعنی تأکید بر این که جمهوری اسلامی آزادی های سیاسی رو از میان برده نمیدونم حقوق بشر در ایران نقض میشه در ایران احزاب آزاد فعالیت ندارن مطبوعات آزاد خب این همه درست همه درست ولی اینها در میان مردم جوشش ایجاد نمی کنه شما 85 میلیون ایرانی دارید که میخواین اینها رو به حرکت وادارید برای اینکه برای خودشون و فرزندانشون زندگی بهتری رو رقم بزنن من ایرانی ای بدونم برم تو خیابون باتون میخورم تیر میخورم کارم از دست میدم دانشگاه اخراج میشم هزار بلا ممکن سرم بیا واسه حقوق بشر و دموکراسی به خیابون نمیرم این یه واقعیت است نه من ایرانی هیچ کسی در جهان این کارو نمیکنه دو تا فاکتوره آفرین سخن زیباس قشنگ که هر انسانی واسه این دو فاکتور حاضره که ریسک کنه خطر کنه یکی نانه اقتصاده شما وقتی میبینی کسی مسکن نداره آموزش نمیتونه بگیره درمان بیمه عرض کنم خدمتون اجتماعی همه این چیزهاییست که حق انسانه و میبینی نمیتونه یعنی هم اکنونش خرابه هم آیندهش خیلی تاریکه این آدم آدم ناامیدیست آدم مایوسیست و این آدم توان این رو داره و انگیزه این رو داره که بیاد در خیابون کار بزرگ بکنه فاکتور دوم هویته
شما باید برای ملت مثل ملت ایران که هنوز هم ملت سنتگرا، باید کاری کنید که روح ملیش برانگیخته بشه، یک حس ملی درش بجوشه و ایرانی بودن او را در برابر اسلامی بودنش قرار بدی. این مسئله هویت، آزمیان رفتن کشور، تهدید نمیدونم تجزیه کشور، اینکه ایران ما به یک کشور دسته چندم تبدیل شده، اینکه موقعیت های اقتصادی داره برای ایرانیان از دست میره، اینکه ایران ایزوله شده، اینکه هر کسی میرسه به این کشور یه لگد میزنه، اینکه این کشور افتاده دسته حکومتی که فقط سرکوبگر نیست، کاش که فقط سرکوبگر بود، سرکوبگر ناکارآمد فاسد دروغگوی بی ارزه است. یعنی شما به هیچ چیز این حکومت نمیتونه دلت خوش باشه. این دو فاکتور، اقتصاد و هویت، دقیقاً دو فاکتوری بود، دو ویژگی بود که مخالفان جمهوری اسلامی تا چند سال پیش کامل از این دو مؤلفه غافل بودن. به صبح تا شب میگفتن آقا نقض حقوق بشر شده، هموطنان هم نگاه میکردن شونه رو میداخن بالا، خب آره شد و چیکار کنم، آقا آزادی احزاب نیست، خوب نیست که نیست. تازه توجه به مسئله هویت ایرانی و تا اندازه مسئله اقتصادی که من فکر کنم تحریم ایران در زمان ترامپ خیلی خیلی مؤثر بود رو این جریان، مردم رو در دیمای 96 آورد به خیابان‌ها. برای نخستین بار پس از انقلاب فریاد رضا شاه روحت شد بلند شد. تو اون کشور همیشه شعارات و مایه میرحسین موسوی و نم خاتمی و شعار الله اکبر گفتن بالا پشت ما برای اعتراض بود، حد اکثرش یه مرگ بر دیکتاتور شما میشنیدی. رضا شاه روحت شاد برای نخستین بار در ایران در دیمای 96 در مشهد روبروی مسجد گوهرشاد، یعنی جایی که تنها جایی است که رضا شاه با چکمه و با مشت آهنین دستور سرکوب داد بهلول رو و اون قائله کشف حجاب رو که یه دک شورش کرده بودن. خب اینو خیلی پیام داره. بله. در آبان 98 دوباره این جریان اتفاق افتاد، شعارها ایران گرایانه، آرزوی مردم برای ظهور یک رضا شاه دیگر، و این دفعه اپوزیسیون به اصطلاح اپوزیسیون نگاه کرد دید اصلا تمام این 30-40 سال حرفایی که میزده چیزی دیگه مردم میگن، مردم دنبال این هستن که رضا شاهی بیاد نجات بده، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. اینا شعارهاییست که نشون میده مردم هم بر ایرانی بودن خودشون دارن تاکید میکنن، هم جمهوری اسلامی رو با عنوان حکومتی کلن ایران ستیز میشناسن و میخوان حکومت ناکارآمد فاسد و سرکوبگر بره و یه حکومت ملی جایگزین بشه. این خیلی مهمه. اپوزیسیون اشتباه آدرس رفته بود، خود مردم اومدن عملا نشون دادن، حتی این هفته های اخیر در خوزستان و شهرهای دیگه شما دیدید هر جا در استادیوم مردم جمع شدن 70,000 نفر 80,000 در استادیوم آریامر شعار رضا شاه روحت شد. این سر رشته رو خود مردم، ناخودآگاه مردم در اختیار ما قرار داده. سر رشته رو باید بگیریم. کسانی که خودشون از چهرهای شاخص اپوزیسیون میدونن، اگر میخوان ایران آزاد شه، اگر میخوان وقت تلف کنن دور هم باشن، یک عرض کنم خدمتتون نون و بوقلمونی دور هم بخورن چیز دیگه است، ولی اونایی که صداقت دارن دیگه زیگزاگ نرن، بچسبن این ریسمان ایران رو بگیرن و فراموش نکنن برای جوان ایرانی باید وعده رفاه اقتصادی بدی، باید وعده بدی که این تبعیض و این بیداد مالی در کشور از میان میره، اونایی که با دزدی میلیاردر شدن انبارشون مصادره میشه، باید برای استانهای محروم کشور بدونن بدون شعار دادن اولین گام یه دولت ملی این است که انقدر کار اونجا ایجاد بکنه که در کردستان ما کولبر نداشته باشیم، در سیستان ما قاچاقچی نم چایی و باتری و حتی قاچاق مواد مخدر و پارچه و اینا نداشته باشیم. این اطمینان مردم رو جلب میکنه، چون میدونه آقا این داره به من میگه اگه من از این حکومت رد شم فردا آینده بهتر در انتظار منه. این میفهمه اون ایرانی که نگران فردای کشورم است میگه آقا این شعارها داره نشون میده ما به یه انسجام ملی میرسیم، به یه همگرایی میرسیم که فقط جمهوری اسلامی بیفته کافی نیست، جمهوری اسلامی بیفته ایران بمانه، کشور دست نخوره و بتونه در کوتاه مدت تمام عقب افتادگیاشو جبران کنه. این راه ایران رو نه راه غرب، نه راه اسلام، نه کوره راه تجزیه طلبا و فدرالیستا و عرض کنم خدمتون جریانات این تیپی، بلکه این شاهراه ایران شهر رو باید بگیریم و بریم. این تنها
راه نجات ایران نه پس از 43 سال که پس از 1400 ساله. به دوستان همیشه میگم که ما ایران رو نه از فراز لندن و پاریس و واشنگتن و مسکو و پکن که باید بر فراز توس و تیسفون و دماوند نظاره کنیم. اگر اینگونه به ایران نگاه کنید مطمئن باشید وضعیت تغییر خواهد کرد. درود باش آقای دکتر شاهین نژاد، بسیار سپاسگزارم که با هم بودیم. براتون تندرستی، شادکامی، پیروزی آرزو دارم. درود دارم به همه راهانتون در تشکیلاتی که پاسخفرش هستید. درود دارم به خانواده گرامی، از همینجا به بابا و مامان گرامی در مشهد هم درود میفرستم. خیلی سپاسگزارم، ممنون از شما جانم. سپاسگزارم.